هموطنهای بیشتر دیست، ما حالا میفهمیم که چرا امریکا یک برگبارنگی با موقفی در مورد طالبا عوض شده. چرا دیگه طالبا دشمن بر امریکا نیست؟ چرا علاقمندی دولت امریکا با دولت افغانستان کم شده در مقابل که حتی در مذاکره صلح، در مذاکرات صلح با او اجازه شرکت نداد و خودش به تنهایی با طالبا به توافق رسید که بر اساس از او به طالبا امتیازات زیاد داده میشه، آزادی زندانیان طالبا وعده داده میشه، حکومت جدید اسلامی وعده داده میشه، لغو قیودات بالای رهبرای آسیا از طریق شورای امنیت ملل متحد وعده داده میشه. در مقابل از طالبا خواسته میشه که شما در مذاکرات صلح بین الافغانی اشتراک کنید. حتی این تضمین از طالبا گرفته نمیشه که طالبا باید با دولت جمهوری اسلامی افغانستان که امریکا به میلیاردها دلار بالای از مصرف کرده با او مذاکره کنه. این پیمان امریکا با طالبا قرار اطلاع مطبوعات دارای دو زمینه مخفی است، دو زمینه که تا حال افشا نشده. مردم افغانستان تا حال تعجب میکردن که چه چیزی در این دو زمینه باید وجود داشته باشه که این افشا نشده، که حتی برای کانگرس امریکا هم در جریان سوال جواب های عمومی و آزاد این مطرح نشده، یعنی تا حال مخفی نگه داشته شده از پیش خود بسیاری حتی سیاستمدار امریکایی هم این مخفی نگه. من اخیرا با یک ویدیوی سخنرانی دگروال متقاعد لورنس بی ویلکرسون برخوردم که در سال 2018 در انستیتوت سنت پاول امریکا ایرا ایراد کرده. دگروال لورنس بی ویلکرسون رئیس دفتر وزیر خارجه امریکا در زمان جورج دبلیو بوش بود. به این معنا این شخص از تمام سیاست های خارجه امریکا دست اول آگاه بود، چون خودش در او اشتراک داشت. موصوف در این سخنرانی مسائل افشا می کند که برای توضیح موقف فعلی امریکا در موضوع افغانستان فوق العاده افشاگران است. ما اول توجه شما را به اصل این سخنرانی بسیار کوتاه یک نیم دقیقه است توجه شما را جلب میکنم و بعدا ما ایرا که به انگلیسی سطل بدن و بعدا ما ایرا ترجمهش خدمت شما تقدیم میکنم و بعدا بالایش تبصره میکنه. The one I spent 31 years in, the military. Here is what it has decided for Afghanistan. And I bet you don't know this either. We're in Afghanistan as we were in Germany post-World War II. That is for at least a half a century. It has nothing to do with Kabul and state building, nothing to do with fighting the Taliban or proving that we can reconcile with the Taliban, and nothing to do with fighting any terrorist group, because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the Central Base Road Initiative of China that runs across Central Asia. If we had to impact that with military power, we are in position to do so in Afghanistan. Second reason we're there is because we're cheek and jowl with the potentially most unstable nuclear stockpile on the face of the earth in Pakistan. We want to be able to leap on that stockpile and stabilize it if necessary. And the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs and they don't like Han Chinese in Xinjiang province in western China. And if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib and Syria right now, for example.
That's why the Chinese might be deploying military forces to Syria in the very near future to take care of those Uyghurs that Erdogan invited in. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. همتان عزیز، طوری که شنیدید امریکا در افغانستان در سالهای اخیر برای سه منظور موجود است، یا قوای امریکایی در افغانستان در سالهای اخیر سه هدف اساسی باشد. قسمی که جنرال ویلکرسن گفت، موضوع اول و ایشان واضح به صورت بسیار صراحت گفت که ما در بخاطر کابل، بخاطر دولت افغانستان، بخاطر دولت سازی در افغانستان نیست. در اونجا ما قوای ما به خاطر در اونجا موجود نیست. همچنان گفت ما در اونجا برای جنگ با طالبان هم نیستیم و هیچ علاقمندی هم برای رسیدن به صلح با طالبان هم نداریم. علت گفت که ما در اونجا در افغانستان هستیم، اول قوای نظامی امریکا در افغانستان با غرب چین، ایالت شینجیانگ چین که شهر کاشغر مرکزش است، یا ترکستان شرقی نزدیکترین فاصله دارد و اظهار داشت که از ایالت شینجیانگ چین است که پروژه های بلت اند رود چین یا کمربند و سرک چین به جانب آسیای مرکزی امتداد پیدا که از اونجا ما میدونیم به طرف روسیه و اروپا و همچنان آسیای جنوبی تمدید میشه که در او افغانستان و پاکستان هم شامل است و ایران هم شامل است. موصوف گفت که اگر امریکا تصمیم بگیره که بالای این پروژه ها اثر نظامی بگذاره یا بالای پروژه ها هم نکنه، ما باید در موقف در موجودیت ما در افغانستان بسیار ضروری است. موضوع دوم را که اظهار داشت، علت دوم را که گفت ما چرا به افغانستان هستیم، این بود که امریکا میخواهد در مجاورت ذخایر اتمی پاکستان موجود باشد و چون در امکان بی‌ثباتی در پاکستان بسیار موجود است، در روز مبادا امریکا باید قادر باشد که این ذخایر اصلی اتمی را زیر کنترل بگیره. پاک امریکایی‌ها با خروج از افغانستان شروع کردن به ایجاد پایگاه ها در پاکستان. دلیل سوم را که جنرال لارنس گفت ایست که گفت اگر CIA تصمیم بگیره که با استفاده از ویغورهای چین که در ایالت شینجیانگ زندگی میکنن 20 میلیون نفوس داره و این جنبش ضد چینایی، ضد چینایی های هون موجود است، و اگر CIA تصمیم بگیره با استفاده از این ویغورها بالای چین تأثیر بگذاره و چین بی‌ثبات بسازه، ما با موجودیت امریکا در افغانستان بسیار مفید خواهد. او همچنان گفت قسمی که دیدیم 1000 نفر از یغورهای ملیشه‌های یغور چینایی را از ترکستان شرقی به سوریه انتقال داده و بر ضد حافظ اسد از او استفاده میکنه. و همچنان لارنس گفت که امکان داره دولت چین به سوریه نیرو بفرسته، عسکر را خود ارسال کنه، اعزام کنه تا در مقابل این یغورها مقاومت کنن و یارا سربنیست کنن یا از بین ببرن. بنابراین قسمی که جنرال گفت، CIA با استفاده از ویغورهای ساکن ایالت شینجیانگ چین اگر بخواه بالای خود کشور چین
از تأثیر کنه و او رو به سواد بسازه، این فرصت خوب افغانستان برزی محصر. امریکا از زمان دونالد ترامپ به طرف، از 1.5 سال به طرف، سیاست بسیار شدید ضد چینایی اختیار کرده و این چین محکوم میکنه در که از لحاظ سیاست های تجارتی خود و در منافع امریکا صدمه زده و پروژه های و کمپانی های چینایی را مانند کمپانی هواوی از فعالیت در امریکا منع کرد و ده ها کمپانی دیگه چینایی را هم از فعالیت در امریکا منع کرد. کمپانی های امریکایی هم از سرمایه‌گذاری در چین مانع شد و با همکارای خود و با دوستای بین‌المللی خود کشورهای دیگه مانند انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و غیره هم توصیه کرد که جرمنی و غیره که شما هم در مقابل چین از سیاست شدید مخالفت کار بگیرید تا جلوی پیشرفت سریع و برقاسای اقتصادی چین گرفته شوه از یک طرف و از طرف دیگه از توسعه نفوذ چین در جهان جلوگیری شوه. چون اخیراً چین نفوذ خود در امریکای جنوبی، در افریقا و در آسیا شدیداً وسعت بخشیده. در امریکای جنوبی که به اصطلاح باغچه و خانه امریکا است، فعلاً چینایی‌ها با پروژه پیشنهاد پروژه های بسیار مثمر بسیاری کشورهای امریکای جنوبی را به خود جلب کردن. در افریقا چین به اعمار سرک ها خطوط آهن پرداخته، بنادر اسلام میکنه و در آسیا میدانیم که پروژه های متعدد را چین زیر تطبیق قرار داره و اخیراً با دولت ایران یک قرارداد 400 میلیارد دلاری را امضا کرده که برای 20 سال 25 سال آینده ایران و چین در این پروژه ها مشترک با هم همکاری میکنه. در مقابل کشورهای استعماری گذشته مانند انگلستان، فرانسه و بلژیم، هلند و دیگر کشورهای اروپایی، اسپانیا و یا و بازمانده های از ما مانند استرالیا، کانادا، نیوزیلند یا اتحادیه های به سرعت با ایجاد اتحادیه های نظامی بر ضد چین مصروف هستند. یک از اتحادیه ها به نام کواد یاد میشه یا چار از و یک اتحادیه دیگه از یا به نام پنج چشم یاد میشه. این پنج چشم اما پنج کشور سفید پوست اروپایی و اصل هستند مانند انگلستان، امریکا، استرالیا و نیوزیلند و کانادا که هدف از یا مواظبت از چین، مراقبت از فعالیت های چین است. همچنان امریکا بسیار کوشش میکنه تا هندوستان هم شامل یکی از اتحادیه ها بسازه و از لحاظ نظامی چین محاصره کنه. البته میدونیم که کوریای جنوبی، ژاپن، فیلیپین، استرالیا یا سنگاپور یا اقماری هستند که چین از چند جهت محاصره کرده و قوای امریکایی میتونه از این منابع استفاده کنه، از این کشورها استفاده کنن بر ضد چین. طور میبینیم که دفعتاً کشورهای غربی علاقمند مسلمانای ویغور شده. حالا فوراً یا دفعتاً یادشون رفت که تا چند روز پیش در غزه اسرائیل بمباران میکرد مسلمان های فلسطینی را، در اونجا یا هیچ علاقمندی به مسلمان ها نداشتن. اما دفعتاً مسلمان های ویغور عزیزان عزیز شدن. با این توضیحات دوستای محترم، هموطنان بسیار عزیز، ما میبینیم که چرا امریکایی ها با طالبا از در مصالحه پیش آمدن و کجدار و مریض رفتار میکنن و چرا
پروتکل های مخفیانه با او امضا کردن. به یقین این پروتکل های مخفیانه ارتباط نزدیک داره با هم پیمانی طالبا در پلان های آینده CIA برای نفوذ بالای ویغور های چین یا کمک بالای جنبش های بنیادگرایی ویغور های چین بر ضد دولت چین. چون هرچی نباشه طالبا جنبش یک جنبش مذهبی اسلامی هستن که از ویغورها، از اهداف ویغورها حمایت میکنن و در افغانستان قرار اطلاعات هزاران نفر ویغور چینایی در صفوف طالبا وجود دارن که در بدخشان و دیگر سایر مناطق در جنگ ها اشتراک میکنن. بنابراین آل واضح میشه که پروتکل های مخفی امریکا با طالبا برای تنظیم حمایت طالبا در آینده با فعالیت های سیایی بر ضد چین است و حمایت از جنبش های فعالیت های جدایی طلب ویغور های چین که می خواهند چینایی های سفید از ایالت جنگجان بیرون کنند و یک دولت اسلامی در اونجا ایجاد کنند. اما چیزی که برای امریکا مهمه است که اینجا سرآغاز پروژه های بلت اند رود چین است و با بی ثبات ساختن این منطقه در حقیقت تمام فعالیت چینایی ها از طریق این منطقه به آسیای میانه و اروپا و آسیای جنوبی خونسا میشه، از بین میره. یا یک ضربه بسیار مهم در توسعه روابط چین با کشورهای جهان است وارد کنند و این و از پیشرفت مزید چین، از پیشرفت اقتصادی چین جلوگیری کنند و از گسترش نفوذ چین در جهان جلوگیری کنند. امیدوارم توضیحاتی که داده شد برای هموطنان ما جالب بوده باشه و تانسته باشه گوشه های تاریک و مبهمی را که در سیاست امریکا در منطقه و در افغانستان وجود داره روشن کرده. تشکر از توجه شما.